حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه از تورنتو با ما همراه شدن. آقای رئیسی، حکم 18 سال زندان خانم سپهری تایید شده که از این 18 سال تنها 2 سالش به خاطر توهین به خمینی و خامنه‌ای هست. فعالیت های خانم سپهری رو در سالهای گذشته شما چطور ارزیابی میکنید و اتهاماتی که بهشون وارد شده؟ واقعیت این هست که خانم سپهری مظهر شجاعت و مظهر بیان اعتراض و مطالبه‌گری یک زن مصمم ایرانی است که از آزادی، حق آزادی بیان خودش استفاده کرده و حاکمیت را مورد نقد شدید قرار داده. رفتار اون به هیچ عنوان مصداق هیچ یک از جرائمی که بهش نسبت میدن نیست، بلکه اون مصداق یک فردی است که مطالبه گری اجتماعی را داره انجام میده، اون فردی است که در حقیقت وجدان بیدار جامعه هست و از طریق حق آزادی بیان و حق مطالبه گری در ساختاری که هر شهروندی حق دارد به واسطه این که یک رابطه قراردادی بین هر شهروند و حاکمیت به وجود میاد، به صورت مسالمت آمیز شهروند حق داره از حاکمیت نقد کنه، انتقاد کنه و اونها رو مورد پرسش های مختلف قرار بده، از جمله درخواست استعفا و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی که یکی از بهترین و مسالمت‌آمیزترین درخواست‌های شهروندی است که جامعه ایران رو با فلاکت مواجه کرده و خانم سپهری میخواد به عنوان نماینده جامعه و از طرف شخص خودش این درخواست بده که پایانی باشه بر فلاکتی که جامعه 44 سال گرفتارش هست. از این رو به هیچ عنوانشون مرتکب نقض حقوق کیفری و نقض قوانین جزایی در ایران نشده. مطالبی که مطرح کرده نه توهین‌آمیز بوده بلکه کاملا صحیح و موجه است و هر شهروندی اگر بنا باشه از آزادی بیان خودش استفاده کنه چنین هست و این حق آزادی بیان فقط در جایی است که مسلمان به صورت مرزش، جایی است که اهانت یا جایی است که در حقیقت از مرز انتقاد خارج بشه و جرم یا در واقع موجب نفرت پراکنی بشه. هیچ یک از این شرایطی که الان از نظر حقوق بشری میتونیم بررسی کنیم در رابطه با خانم سپهری مصداق نداره و ایشون یک مطالبه‌گر اجتماعی سیاسی است که به درستی نظراتش را اعلام کرده و حتی یک ثانیه همیشون نباید در حبس و گرفتار ساختار قضایی باشه. ساختار قضایی چون در اختیار یک فرد قرار گرفته و موضوع جمهوریت در ایران سالها تعطیل هست، متاسفانه ما را به سمت یک استبداد فردی برده که این استبداد فردی در واقع ابزاری یا شماری به نام دادگاه انقلاب داره. از این رو خانم سپهری به یک چنین حکم سنگینی محکوم شد. حالا آقای رئیسی، تجمع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با دولت‌های متخاصم از جمله اتهام‌هایی هست که ما می‌بینیم بسیاری از فعالین مدنی و فعالین سیاسی در ایران با همین اتهام‌ها به زندان رفتن. فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی از چنین اتهاماتی استفاده می‌کنه برای زندانی کردن منتقدان خودش و مخالف جمهوری اسلامی؟ اگه کوتاه پاسخ بدی ممنون میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی یک ساختاری میخواد از نظام حقوقی ارائه بده که اون ساختار در خدمت حاکم باشه، نه در خدمت جامعه و نه در جای قرار بگیره که مردم بتونن نقد کنن. اجتماع و تبانی به قصد هم زدن امنیت با مسئله حق اعتراض مسالمت آمیز، آزادی بیانی که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، در تضاد قرار داره. در واقع جمهوری اسلامی از قوانین سوء استفاده میکنه و همه را یک چارچوب سنتی خاص تنظیم کرده و قضات دست نشانده حاکمیت هم در دادگاه های انقلاب و بعضی از محاکم دیگه قرار داده و با اون نظم ساده‌ای که خودش تعریف میکنه همه شهروندان را دشمن خودش فرض میکنه
در حالی که چنین نیست، شهروندان مطالبه گر هستند و آزادی رو طلب میکنن، حقوق شهروندی رو طلب میکنن، حقوق اجتماعی رو طلب میکنن و همه رو میخواد سرکوب کنه، برای اینکه نمیتونه پاسخی به حقوق و مطالبات اونها داشته باشه. از جمله مطالبات خیلی روشنی که خانم سپهری داره، مثل اینکه آقای خامنه ای تو نمیتونی اداره کنی، ایامی که اداره کردی جز فلاکت برای مردم ایران نداشته، از قدرت کنار رو. سوال بسیار ساده و مطالبه گری بسیار ساده و مسالمت آمیزی است. بله، بسیار متشکرم از شما حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و اصول